با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم و نگاهی میکنیم به نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی، بازتاب تحریم های گسترده مردمی، کشمکش های پس از این انتخابات و آینده حکومت اسلام. درود بر شما ابراهیم جان. درود بر تو علی جان و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. تحریم گسترده مردمی چنان بازتاب گسترده‌ای داشت که همگان رو به شگفتی انداخت، همه حکومتیانی که به قول طلبه‌ای نه فقط خواهش و تمنا و دادن پول و امکانات بلکه گریه ها و زاری های حکومتی هم نتوانست مردمی رو که خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو تجربه کرده بودند و آبان 98 و دی ماه 96 و فجایع طولانی 45 سال حاکمیت حکومت آخوندها و روحانیت در کشور رو دیدن، ویرانی های سازمان یافته رو تجربه کردن، رو در واقع برای این مردم هیچ جای شگفتی نبود. برای ما نه فقط این تحریم یک تحریم فعال بلکه یک نه روشن به حکومت اسلامی و آینده آن بود. انتخابات به پایان نرسیده، اصولگرایان برای قبض کردن ریاست مجلس و مسئله آینده خبرگان دعواهاشون شروع شده و دعواها و کشمکش هایی که تا حد زیادی نشانهای یک بنبست واقعی در میان همه است. علی‌رغم سرکوب های گسترده، همچنان نافرمانی های مدنی به شکل بسیار گسترده در جریانه و تظاهرات و اعتصابات کارگری و بازنشستگان چهره دیگری از مردم ایران نشون میده که نه روشن خودشون رو به همه نمایش ها و بالماسکه های حکومتی اعلام کردن. ارزیابی شما از این نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی و بازتاب تحریم گسترده مردمی چه بود؟ چرا که آمارها حتی نشانه اینه که زیر 10% در این انتخابات شرکت کردن. بله، عرض کنم بزرگتون دیگه به قول معروف شکست انتخابات از حرام شمسه. خودشون هم اینو اذعان دارن، اقرار میکنن، به ویژه به اصطلاح اون جناحی که معروف اصلاح طلب بود در حاکمیت، اونا با توجه به اینکه راهشون ندن این دفعه و مسائلی در رابطه با این جناح دیگری که الان قدرت رو در دست گرفته دارن، اونا دیگه رسما اعلام میکنن. اونا تازه خود این به اصلاح طلب ها با توجه به تمام ملاحظاتی هم که دارن میگن بین 26 تا 30%، به حال که اشاره کردی واقعیت غیر از اینه، بسیار پایین تر از این قضیه هست. مسئله اینه که یک بعضی میگن خب اگر رژیم میخواست انتخابات مهندسی بکنه از اساس و آرای مردم براش مهم نبود، چرا انتخابات برگزار کرد؟ این سوالی که خیلی مطرح میکنن دیگه، در حالی که رژیم از قضا به آرای مردم احتیاج داره، به انتخابات احتیاج داره. توجه بکنید که ما در دوران پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی به سر میبریم، جنبش که بسیاری از خاکریزهای بزرگ که حکومت ایجاد کرده بود در مقابل مردم در هم شکسته و در یه همچه وضعیتی درست پس از کشتار و دستگیری وسیع فعالان سیاسی این انتخابات داره صورت میگیره. هرچند اجالتا آرام شده ولی این انتخابات در یک همچه وضعیتی انجام میشه. رژیم در یکی از اهدافش اینه که میخواد بگه که ما سر جای خودمون هستیم، محکم انتخابات هم برگزار میکنیم.
این یک نکته خیلی 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 مهمیه برای رژیم. به همین دلیله که به درستی اشاره کردی، قبل از انتخابات با تمام وجودشون تلاش میکردن که مردم رو به صحنه بکشن، به مردم وارد به اصطلاح انتخابات کنن، رأی بدن. اما مردم همطور که گفتی تحریم بسیار فعالی کردن. یعنی این نبود که مردم تحریم کنن برن تو خونه هاشون بشینن. مردم تحریم فعال کردن، اومدن حتی بساط در خیلی جاها، شهرستان ها، جاهای مختلف ما داریم میبینیم که بساط صندوق و مندوق همه اینا رو به هم ریختن مردم. یا بنرهای تبلیغاتی که مردم در اینجا و اونجا آتیش میزدن، اینا نشون میده که مردم منفعل نبودن، تحریم انفعالی نبود، تحریم فعالی بود. به درستی اشاره کردی اکثریت قریب به اتفاق مردم در این انتخابات شرکت نکردن. بر اساس خود آمار رژیم و حاشیه های رژیم اینه که تو خود تهران 80% مردم رای دادن. یعنی اگر چنین باشه یه با قول معروف خیلی روشنه، در خیلی از به اصطلاح در خیلی از شهرستان ها نگاه بکنیم آمار سفید از آمار مثلا رای دهندگان که آری یا نان گفته بودن بیشتر هست. ما 61 میلیون واجد شرایط داریم برای چیز، ولی خود رژیم میگه 25 میلیون شرکت کردن. یعنی آمار رژیم خودش میگه 41% و البته با آرای سفید، ولی واقعیت غیر از اینه. این که رژیم تقلب میکنه در انتخابات واقعیتیه که جز ذات تقلب انتخاباتی در دوران رژیم جمهوری اسلامی اصلا قاعده است، جز ذاتشه. افراد حتی فراتر از این، افراد مؤثر خود این جمهوری اسلامی، یادم زنده یاد مهندس عزت الله صحابی تعریف میکرد تو زندان که بودیم در رابطه با مسائلی که در سال 32 اتفاق افتاده بود در رابطه با مسئله جنبش، در رابطه با مسئله طالقانی و بخشید کاشانی و مصدق مطرح میکرد، میگفت که این آقای عسکرالادی حاجی عراقی که اینا پس از انقلاب محورهای یکی از محورهای اصلی بودن و هیئت مؤتلفه هنوز که هنوز پای قدرت اقتصادی و سیاسی این حکومت هستش، میگفت اینا برای بالا بردن رأی کاشانی اومده بودن چیکار کرده بودن، صندوق ها رو اون سال صندوق ها رو از بالای مسجد سرا وارد شدن، صندوق ها رو برده بودن صندوق های جدیدی وارد شبانه بدون کسی بفهمه، در واقع صندوق دزدی کرده بودن. یعنی اینا تو این زمینه حرفه‌ای هستند، نه تنها در دوران جمهوری اسلامی که دستشون بسیار به اصطلاح بازه، در بعضی از شهرها از جمله شیراز حتی اینطوریه که برنده رو اعلام کردن وقتی که اومدن به آمار چیز کردن جرات نکردن آمار رو مطرح بکنن، چون تناقض وحشتناکی داره بین اعلام برنده و مثل آرایی که در اونجا وجود داره. اینا همه این چیز آرای سفید رو در نظر بگیر که در خیلی از شهرستان ها، خیلی از مناطق آرای سفید در واقع حرف اول رو میزنه، در جاهای دیگه حرف دوم رو میزنه. در گذشته ها آرای سفید اینقدر مسئله نبود، اینقدر مطرح نبود که الان مطرح است. آرای سفید به طور ویژه از بعد از 96 مطرح شد، از بعد از خیزش انقلابی 96 مطرح شد، از اونجایی که مردم عبور خودشون رو از حاکمیت اعلام کردن، مسئله سرنگونی رو در واقع در دستور حرکت جامعه گذاشتن، از اون تاریخ به بعد پدیده‌ای به نام آرای سفید مطرح شد. یعنی اونقدر بود که خودش رو نشون داد. آرای سفید همین دور وقتی نگاه بکنید، حالا دوره 96 به این طرف نگاه بکنید، هر روز به روز آرای سفید هم داره افزوده میشه.
همینطور که مجموعاً از 96 به این طرف کلن آرای حتی حاکمیت ادعا میکنه بسیار پایین تر اومده. حاکمیت در اون زمان قبل از 96 در خیلی از موارد اعلام میکرد که 70% مردم شرکت کردن، 60% مردم شرکت کردن، و بعد الان به تدریج اومد به 55%، الان امروز خود حاکمیت 41%. من آمار خود حاکمیت هم که توجه بکنیم ورشکستگی خودشون رو کاملا اینجا نشون میدن. آرا سفید چی میگه؟ آرا سفید برخلاف گفته به اصطلاح خامنه‌ای و دار دستش که اینها چون میخواستن شرکت کنن در انتخابات، چون نماینده مشخصی برای خودشون پیدا نکردن، آرا سفید به صندوق انداختن. نه، وقتی که مردم میرن پای صندوق ها و رأی میدن نام جان فشاران به اصطلاح جنبش های مردمی ما رو اونجا می نویسن، وقتی میرن گرانی رو مطرح میکنن، قیمت گوشت و نان و تخم مرغ و امثال هم اینجا مطرح میکنن، اینجا این نیست که به اصطلاح مسئله نماینده شون باشه، شرایط ویژه‌ای هست. واقعیت قضیه اینه که بخشی از قشری که میبینیم قشر خاکستری اینا هستن. مسئله اینه که یک مجموعه وضعیتی برای یه عده‌ای از در درون جامعه به وجود آوردن که این مجموعه وضعیت اینا را مجبور میکنه، حالا یا کارمان اداری هستن یا میخوان برن مثلا کار جدیدی بگیرن یا هزار مشکلات دیگری که اگر نرن به اصطلاح رأی بدن براشون ایجاد میشه، در سرهایی که براشون حکومت ایجاد میکنه. اینها در واقع نیروی بعدی مرحله بعد جنبش هستن، اعتراض دارن به این وضعیت ولی مجبورن برن، هرچند که به هر حال در شرایط که دوران انقلابی هستیم دیگه این حرفا شاید خیلی قابل قبول نیست. و اما یک نکته مهمی که در آرا سفید من دیدم این که در این انتخابات به ویژه بخشی از پایه های رژیم رأی سفید دادن. چرا میگم پایه های سفید؟ چون بر اساس اقرار خودشان عده‌ای از اینا اومدن تو رأیشون نوشتن رأی ما امام زمان، رأی ما آل عبا، رأی ما نمیدن فلان امام، یا اینا نشون میده کما اینکه خودشون هم قبل از انتخابات میگفتن 30% از رأی دهندگان سنتی ما ممکنه در این انتخابات شرکت نکنن. اونهایی که در تازه شرکت کردن بخششون به این صورت رأی به اصطلاح سفید دادن. این خود این نشون میده که جامعه اعتراضی هست. مردم حتی از همین بازی رژیم استفاده کردن که شکست رژیم رو به خودشون اعلام کنن، مخالفت خودشون رو با رژیم اعلام کنن. مسئله سرنگونی از 96 به این طرف در درون جامعه مطرح شده و بعد از این به اصطلاح انتخابات هم قطعا به شکل دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. حالا این قسمت که به قول معروف چیز بکنیم این که مردم به چی دل خوش باشن که بخوان در انتخابات رژیم شرکت بکنن؟ آره، نه ای که حرف درستیه، ولی توی این شرایطی که ما به قول معروف با یک مقاومت مدنی، یک همبستگی، یعنی مهمترین دستاوردی که میتونه این تحریم داشته باشه، مهمترینش اینه که در یک حرکت سیاسی سراسری همگانی یک همبستگی و همگرایی دیگری مثل خود جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومده که اقشار بسیار بسیار متنوعی رو در کنار خودش جمع کرده. دیگه مردم با این در واقع اقدام
گسترده خودشون که در کنار این اعتصابات، اعتراضات و مقاومت‌های مدنی هست، نشون دادن که دیگه پایان در واقع این سیاست نصر و رعبی که حکومت میخواد بذاره از طریق زور، از طریق در واقع باج دادن، از طریق هزینه بالا بردن هزینه ها برای مردم میخواست جلب بکنه مشارکت، شکست کامل خورده. تو این شرایط ما شاهد یک تصفیه های گسترده هم هستیم در درون دولت. یعنی ما میبینیم حتی جلادی مثل محمدی رو، پور محمدی رو حذف کردن، لاریجانی اینا رو کنار گذاشتن با تقلبا، و روحانی که این همه سالها توی امنیت حکومتی و دو دوره رئیس جمهور حکومت بوده و نماینده شخص خامنه ای در شورای امنیت ملی رو حذف میکنن، و خیلی از 70-80 نفر از نمایندگان دوره قبلی مجلس حذف شدن. میبینیم الان دست یه سری به اصطلاح اصولگرایانی افتاده که به اصطلاح نسل بعدی سران حکومتی هم جوانترن، خیلی خیلی افقهای بلندی ندارن، کاملا تابع بیت رهبری هن و آماده دارن میشن هم سیاست های بیت رهبری رو پیش ببرن و هم در واقع برای مجلس خبرگانی که همه چیزش هم تا الان مخفی بوده، معلوم هم هست یک کمیته مخفی به اصطلاح 3 نفره که در واقع در حال پیدا کردن کاندیدا برای جانشینی رهبریه که داره میشه 86 سالش و با مریضی هایی هم روبروه، هرچند یعنی معلومه که این 5 سال آینده حتی اگر تحولات بزرگ اتفاق نیفته توی ایران که بعید است، توی این 5 سال دیگه امکان واقعا بقا نداره و توانایی جسمی و سیاسی و چیز برای رهبری حکومت رو نداره. تو این شرایط چه میشه کرد؟ چه چشم‌اندازی هست برای این قضیه و این نقش این نمایش انتخاباتی در تعیین جایگزینی خامنه ای و راهبردها برای بحران های بزرگی که در مقابل هست؟ چون ما میبینیم توی همین امسال انتخابات های بزرگی در حال انجامه، انتخابات تو آمریکاست، احتمال با آمدن ترامپ باز هست، مسئله این منطقه ما و در واقع ائتلاف هایی که هست مطرحه، و جنگ اوکراین مطرحه و مسائل مختلفی که الان دارن برای ایران به لحاظ بین المللی هم سامان میدن. مثلا همین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که یک گزارش بسیار بسیار تکان دهنده است برای حکومت، که حکومت اسلامی رو به جرم سرکوب اعتراضات در واقع جنبش زن زندگی آزادی به جنایت علیه بشریت در واقع متهم کرده و گفته که باید در واقع جهان در مقابل این خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی عکس العمل نشون بده. این نشون میده که آینده خیلی روشنی در ندارن و بحران ها مدام در حال افزودنه. این نمایش چه نقشی میتونه در قبال این همه وظیفه و بحران داشته باشه؟ رژیم جمهوری اسلامی همواره از انتخابات برای تصفیه به اصطلاح درون خودش حد اکثر استفاده را میکنه و نگاه میکنیم که به اصطلاح چگونه از همون 88 حالا قبلش بگذاریم و قتل های بین خودشون بگذاریم، از 88 به این طرف سر انتخابات مرتب در حال تصفیه بوده نیروهایی که به قول خودش خودی نبودن. موسوی و کروبی که میزنه کنار، احمدی نژاد میاره، احمدی نژاد میزنه کنار، یکی دیگه میاره و همینطور پی در پی تا به امروز مرتب کسانی که خودشون وارد صحنه کردن با مجموعه به اصطلاح متضادی هستن، مجموعه گرایشات گوناگون هستن که در حال
درگیری هستن و منافع مشترکی دارن. سر این منافع، سر لحاف ملا و قول معروف مرتب درگیرن. در هر دور انتخاباتی هر کدوم از اینا دست بالا بگیرن، دیگری رو میذارن کنار و به تدریج در طول این انتخابات پی در پی اینا پای خودشونو ضعیف و ضعیفتر کردن و همینطور که صفوفشونو فشرده میکنن، اختلافات درونی خودشون هم اونجا فشرده میکنن. یعنی اختلافات درونی خودشون اگر قبلا در هسته مرکزی نبود، بین نمیدونم فرض کنید اصلاح طلب و اصول گرا بود، بعد از زدن اصلاح طلب ها دعوا میاد تو خود چیه؟ اصول گرا ها. تو اصول گرا ها دوباره از روی تصفیه میشه، دعوا میاد بین به اصطلاح هسته مرکزی و هسته اصلی سر همین مسئله ریاست مجلس که بهش اشاره کردی که رسایی و به اصطلاح اینا در حال چی هستن، دعواشون سر چی هست، سر ریاست مجلس و دیگرون. یعنی هر چی همین الان هنوز انتخابات مهرش خشک نشده، خامنه‌ای داره فریاد میزنه که این باعث نشه که به اصطلاح اختلافاتون بالا بگیره، اختلافا رو فلان کنید از این حرفا. یعنی شروع شده سر تقسیم غنایم. این وضعیت به اصطلاح جمهوری اسلامیه و به هر حال در همین وضعیت هست که قطعا جنبش های مردمی میتونه حد اکثر استفاده را از این قضیه انجام بده. مسئله اینجاست که این انتخابات دقیقاً چه در رابطه با مجلس، چه در رابطه با مجلس خبرگان، دقیقاً آماده سازی، به درستی گفتی آماده سازی برای بعد از خامنه‌ای. خامنه‌ای دیر یا زود خواهد مرد. پس از مرگ خامنه‌ای اینا میخوان چیکار بکنن؟ آیا جنبش مردمی این اجازه را میده که بعد به مرحله‌ای برسن که اینا بخوان یه نفر دیگه رو انتخاب کنن، یه نیروی دیگه انتخاب کنن، حالا هر کس باشه فرقی نمیکنه. چون الان بسیار آدمایی هستن که نام میبرن که ممکنه بعد از خامنه‌ای این باشه یا اون باشه. مهم نیست کی باشه. مهم اینه که آیا اینا میتونن دوام بیارن؟ مسئله اینجاست که آیا این حاکمیت، این بخشی که الان اومده قدرت رو در دست گرفته، میتونه شکاف درآمدی از 11 برابر به 14 برابر که رسیده میتونه اینو تغییر بده؟ ارزش پولی که 10 برابر افت کرده میتونه تغییر بده؟ آیا میتونه دلار 60,000 تومانی رو 6,000 تومانی رو بیاره پایین؟ 60,000 تومانی ببخشید، یا تخم مرغ 4,500؟ اینا که این حکومت نشون داده که تا کنون نتونسته مسائل جامعه حل بکنه و این بخش از حاکمیت که الان قدرت در دست گرفته به مراتب بدتر از دیگرون، ناتوانتر و به اصطلاح چیزتر از این راه هست. در یه همچون وضعیتی ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که این حکومت بتونه مثلا ادامه داشته باشه، نمیدونم فلان داشته باشه؟ ما هم تو که عرض کردم این سالی که درش قرار داریم سال سرنوشت سازیه. هیچ کدوم از بحران‌های واقعی حل نشده. مهمترین، در واقع مهمترین نیروی مخالف این جامعه، نیروی مخالف خود حاکمیت، خود واقعیت‌های موجود در جامعه است. این واقعیت های موجود در جامعه چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، بیان کننده یک وضعیتی که غیر قابل دوامه. به هم دلیلی که علارغم تمامی سرکوب هایی که میکنن، علارغم تمامی کشتار هایی که میکنن، باز جنبش در حال به اصطلاح جوشش هست. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، اصلا همین الان بعد از انتخابات، تظاهرات و حرکت کارگران و بازنشستگان، همین حرکت در واقع زنان در درون جامعه، علی‌رغم تمام کشتارها، بیان کننده یه چیزی است که این آتش زیر خاکستر به زودی شعله‌ور خواهد شد. حالا چگونه؟ به هر حال خودش رو پیدا میکنه. همین موضوع شیر دادن یک خانم در بیمارستان
که گوشه دیوار نشسته بچه شو داره شیر میده، یه آخوند میاد که همه در جریان هستیم دیگه، یه آخوند میاد عکس برداری میکنه و بعدم تازه به اصطلاح قاضی القضات جمهوری اسلامی در قم میاد میشه نمیدونم اون مقصر بوده این مقصر بوده، این آدم ها گرفتیم اون فیلم برداری خود این کرده. اول مسئله این فراتر از این، یعنی درست همین بعد از انتخابات، قبل از انتخابات بسیار وعده ها داده بودن، درست بعد از انتخابات دوره سرکوبشون شروع کردن و بدون اینم نمیتونن کاری بکنن. رژیم مسئله اینجاست که آیا حکومت میکنن یه عده در درون جامعه یا نه، نمود این حکومت چی است؟ اگر حاکمیت در حفظ صندلی ها و کرسی های خودشون در نظر بگیریم، اگر حاکمیت نیروی پلیس و سرکوبش در نظر میگیریم، آره آب از آب تکون نخورده، اینجا سرجه خودشون نشستن. ولی اگر مسئله حاکمیت حل مسائل جامعه هست و اگر مسئله حاکمیت به اصطلاح نظر و افکار عمومی مردم جامعه هست، پیوند این دوتا هست، در درون ایران هم چیزی وجود داره؟ نه، همچین چیزی اصلا وجود نداره، که هیچی برعکس، مردم همواره در این نگاه کنید رژیم که میگیم به اصطلاح در بالا در کرسی هاشون حکومت میکنن، شما توجه بکنید در درون جامعه در حال پوست انداختن بوده سالها و الان پوست انداخته. ایدئولوژی رژیم اکثریت قریب اتفاق مردم قبول ندارن. مسئله که رژیم الان در مطرح میکنه، همین آخونده که این بساط فضاحت به اصطلاح راه انداخته در رابطه با شیر دادن یک بچه در درون بیمارستان، اکثریت قریب اتفاق مردم جامعه اینو قبول ندارن، رد کردن، حتی بخشی از خودشون. و سر همین هست که یکی از دلایلی که اینا به اصطلاح بینشون اختلافات بیشتری اتفاق خواهد افتاد، که باید هوشیار بود در این رابطه، همین مسئله. این بخش از حاکمیت وقتی میاد با ادعایی میخواد حرکتی انجام بده، وقتی به سنگ میخوره، اینجا فرصتی هست که اختلافات درشون بالا بره و فرصتی هست که جنبش انقلابی از حد اکثر استفاده خودش در این رابطه انجام بده. برحال ما در شرایطی هستیم که اشارم خود کردی در رابطه با وضعیت جهانی و دیدی که کلن نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی دارن و مسائلی که در این رابطه مطرح کردن، مسئله اعدام‌ها و کشتارها و اینا، یعنی یک مجموعه بحران‌هایی وجود داره. رژیم در شرایطی است که این بحران‌ها در حال تعمیق است. به همین دلیل بحران‌های درون خود حاکمیت هم در حال تعمیق است، تحقیم است. برای در وضعیتی است که بحران‌ها رژیم نمیتونه حل بکنه، این بحران‌های لاینحل پی در پی. در شرایطی هستیم که این بحران‌های درونی جامعه لاینحل و بحران خاورمیانه به این اضافه بکنید و همچنین مسائل جهانی، ناتوانی مطلق رژیم هم در نظر بگیریم. در یه همچون شرایطی رای جز خیزش های انقلابی برای مردم نیست. مردم این تصمیمشون گرفتن و در ادامه 96 98 و 401 حتما بسیار قوی تر و گسترده‌تر از قبل حرکت های مردمی در چشم اندازه. اینا را چیزی که به اصطلاح به نظرم باید نیروهای چپ، نیروهای مترقی توجه بهش بکنن. اینا نمیتونن پاسخ به جامعه بدن. جریانت راستی که به اصطلاح اپوزیسیون راست در ازش میگیریم، اونا نمیتونن پاسخ بدن، چون میخوان همین سیستم رو بازسازی بکنن. رژیم طرفداران سلطنت، رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی، نتیجه و فرزند خلف
مثلا سلطنت پهلوی و امثال هم ادامه سلطنت به شکل دیگری پاسخ نمیتونم بدم، چون میخوام همین مسئله رو، همین وضعیت اقتصادی رو به اصطلاح خودشون بازسازی میکنن، یعنی بحران ها رو به اصطلاح با یه کمی اینور اونور که قطعا در این شرایط بین المللی بحرانی تر خواهد شد. هرگز نمیتونن پاسخ مسئله پاسخ جامعه نمیتونن بدن. اون چیزی که کف خیابان هست به اصطلاح پاسخ چپ هست، نیروی چپ میتونه پاسخ بده به این مسائل، اما چپ نمیتونه صرفا به این خوش باشه که چون پای به اصطلاح زمینه گسترده ای در اون جامعه داره خودشو به اصطلاح آسوده بکنه که آینده مال چپه. چپ باید چشم‌انداز رو مطرح بکنه، برنامه روشنی برای مردم مطرح کنه، یعنی این نیرویی که امکان تغییر، امکان به اصطلاح تغییر و تحول بنیادی در درون جامعه داره و نیرویی که میتونه پاسخ بده قطعا، نیرویی که میتونه به این جنبش های خیابانی رو به هم پیوند بده، نمیگم جدا از اونا، در درون اونا، در دل اونا هستن، وجود دارن، اینا باید چشم‌انداز روشنی به مردم ارائه بدن. اگر چشم‌انداز روشنی به مردم ارائه نده، معلوم نیست فردا یک به اصطلاح سیاهی بخش از جامعه سیاهی هست بشه، سیاهی دیگری جایی خواهد گرفت. بنابراین اینجا در این بحرانی که وجود داره، همینطور که اشاره کردی، من چشم‌انداز من اینه که اولا گفتم که تو یک سال آینده قطعا تحولات جدی و شورش های جدی به نظر من در پیش رو هست، همین یک سال آینده. از طرف دیگه با توجه به مجموعه شرایطی که میبینیم، مجموعه بحران های درونی و بیرونی جمهوری اسلامی و درون جامعه، چشم‌اندازی ندارم که اینا بتونن بعد از مرگ خامنه ای دوباره از نوع بساط دیگری را بندازن، چون اون زمان نه تنها مسئله جنبش های مردم در بین هست، انقلاب به اصطلاح توده ها از پایین در بین هست، بلکه گرگ ها در بالا به جان هم خواهند افتاد سر میراث. بنابراین اینجا است که باز تاکید میکنم که نیروی چپ، نیروی پاسخگوی مسائل عمده جامعه، چه به لحاظ سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، باید خودش آماده بکنه و چشم‌انداز روشنی رو به مردم ارائه بده. واقعیتش اینه که همونطور که گفتی، بدون چشم‌انداز روشن، بدون وحدت‌های عملی مبارزاتی، چپ قادر نخواهد بود نقش بزرگی رو در واقع توی تحولات آینده ایفا بکنه. ولی آن چیز که کاملا روشن هست، ما در دوره‌ای که هستیم، هم با بحران‌های فزاینده اقتصادی و معیشتی و اینها روبرویم، هم با بحران زیست محیطی و خوشسالی های گسترده که شورش های بزرگی رو میتونه به همراه داشته باشه، شورش هایی که از جنس نانند، و در این حال بحران جانشینی، جانشینانی که به قول شما به عنوان گرگ ها برای گرفتن دکان قدرت هستند، خصوصا در یه حکومتی مثل حکومت اسلامی که رهبر یک بار صاحب همه کشور میشه با همه امکانات و مسائلش، و یک باره یک امپراتوری بزرگ اقتصادی و نظامی رو در دست میگیره، به این لحاظ جنگ بسیار بسیار خشنی در واقع در بین حتی همین جانشینان آماده در واقع برقرار خواهد شد. این در حالیه که بسیاری از اصلی‌ترین نیروهایی که کاریزماهای رهبری در میان حکومتی ها هم حتی داشتن، حذف شدن و کسانی هستند که در واقع بیشتر نقش جلاد، نقش در واقع نوحه خان و بچه نونور بیت رهبری بودن، تا در واقع کسانی که توی یک جنبش اجتماعی یا یک آموزش های اجتماعی و سیاسی آزموده شده باشند که بتونن در واقع یک نقش اتوریته‌ای یا کاریزمایی در میان نیروهای وفادار خودشون رو هم سامان بدن. به این ناز قضیه بسیار بسیار، خصوصا به قول شما با شورش هایی که در پیش خواهد بود، با
فشارهای بین‌المللی که قطعاً همواره هست، با گرگ‌هایی که مدام در حال معامله با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای قدرت‌های بین‌المللی هستند برای تحکیم منافع خودشون، حاضرن کشوری رو بدن، همونجوری که اعلی حضرت همایونی بحرین رو بخشید به دولت بریتانیا برای حفظش، یا آقای رضا شاه آرارات و در واقع قسمتی از رو بخشید به ترک ها. اینجا هم این هم راحتی همونطور که قسمتی از دریای مازندران، دریای خزر رو به روس ها و اینها دادن و مدام در حال دادن امتیاز هان برای حفظ منافعشون، حاضرن نصف مملکت هم بدن تا این ام القرای اسلامی رو حفظ کنن، ولی قطعا مردم این فرصت رو به اینها نخواهند داد که از این در واقع داستان‌های خیالی و از این معجزات اسلامی انجام بدن، معجزه‌هایی از نعمت جنگ و فاجعه‌ای که رژیم یعنی خمینی برای مردم ایران برمهار آورد. در پایان عرض کنم که تاکید من بر اینه که به نظرم در واقع جامعه الان کاملا دو قطبیه. یک قطب حاکمیت که با تمام وجودش در واقع تصمیم داره راه سرکوب در پیش گرفته و برای که بتونه حرکت بکنه تمام تلاشیه که در واقع یک دست و یک پارچه حرکت کنه و با سیاست این که همینطور که در این انتخابات انجام داد در این به اصطلاح دریای مواج ایران کشتیشو سبکتر بکنه که شاید بتونه راه نجاتی برای خودش پیدا بکنه. تصمیمش هم بر اینه در مقابل مردم، یعنی با این حاکمیتی که ایجاد کرده، با این یک دستی و یک پارچگی که میخواد به اصطلاح یک نیروی قاطعی باشه برای سرکوب مردم، این تصمیمش گرفته که سرکوب بکنه. مردم هم اما از 96 این طرف به ویژه در انقلاب زن زندگی آزادی نشون دادن که تصمیمشون برای سرنگونی هست. یعنی از این طرف اگر اونها وضعیتی دارن که برای حل مسائلشون مجبورن کشتی هاشون رو سواج بکنن در مقابل موج انقلاب، این طرف وظیفه نیروهای انقلابی هست که کشتی هاشو گسترش بده، بادبان هاشو بالا ببره در مقابل دو قطب جامعه. هر کدوم باید حرکت، اونا که مشخصه، مردم هم که مشخصه، بنابراین آمادگی بیشتر در رابطه با مثلا این سرکوبای آینده که قطعا در پیش خواهیم داشت. این جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه مرگش سعی میکنه دست به کشت و کشتار بزنه و برای این که مردم بتونن اینو کشت و کشتار جمهوری اسلامی به حداقل برسونن، وظیفه همه نیروهای چپ و مترقی اینه که جامعه رو ببرن به سمت نهادینه کردن به اصطلاح جنبش‌های مدنی. به قول یکی از این رفقامون که گفته بود انتخابات کنونی شام آخر حکومتی است و امپراتور در مقابل مردم لخت شده، این لخت شدگی رو باید فرصتی ببینیم که جنبش‌های اجتماعی بتونن متحد بشن و چپ و نیروی ترقی‌خواه بتونه در کنار این جنبش، همراه این جنبش، بتونه این رژیم تبهکار رو بندازه و آینده بهتری رو برای همگان برمقام بیاره. شاد و سلامت باشید شما ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی هفته. حتما تا قبل از عید باز با شما خواهیم بود و جمع‌بندی از موقعیت کنونی در سال گذشته ارائه خواهیم داد. شاد باشید.